سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان عزیز. این روزها شاهد اتفاقاتی در منطقه غرب آسیا هستیم، اتفاقاتی که قرار بود با حمله دو سه هفتهی رژیم صهیونیستی به غزه تموم بشه. الان بیش از 8 ماهه که به پیش میره، هیچ آینده‌ای هم نداره. اخباری منتشر میشه از اینکه رژیم اعلام کرده چندین هزار نیرو نیاز داره. این نیروها یعنی از بین شهروندانش کسانی حاضر به رفتن به میدان نبرد نیستن. از غزه بعضی ها برگشتن خودکشی کردن، به غزه بعضی ها فرا خونده شدن خودکشی کردن. و الان ما شاهد اخبار عجیب و غریبی هستیم که بعضی از اینها داره به این اشاره میکنه اینا رفتن از بین کسانی که یهودی نیستن نیروی نظامی جذب کنن. آقا چجوریه؟ اون فلسطینیه گیر کرده توی نقطه ای، تو ارتش مخوف منطقه غرب آسیا بودی، تو به مشکل خوردی، اونم بعد از 9 ماه. وحشتناکه این چیزهایی که داره گفته میشه، وحشتناکه ولی واقعیته. میخوایم بریم با هم بشویم برمیگرد نکاتی دارم عرض خواهم کرد. تنتشر اعلانات تدعو الى التجنس بالجنسیه الاسرائیلیه على طریقه سنوصل لك الجواز الى البيت وان لم تكن من اصول يهوديه. هذا الاعلان ملفت للنظر. إسرائيل كانت متشددة ومتزمتة فيما يتعلق بيهودية مواطنيها أو المواطنين المزعومين، الآن تخلت عن هذا الشرط تماما. يعني أمرين، الأمر الأول أن إسرائيل في أزمة لعدم قدرتها على إيجاد القوى البشرية الكافية لخوض الحرب في غزة، وبالتالي بدأت تلجأ للمرتزقة، وخاصة من الولايات المتحدة يشاركون جيش الاحتلال في هجماته. إسرائيل مش أول مرة تريد أن تكون خلق بخششو شنیدیم اجازه با هم بررسی کنیم. میگه که صهیونیست ها تبلیغاتی در روسیه منتشر میکنن که تابعیت اسرائیلی به شما میدهیم و پاسپورت رو در محل تحویل میدهیم گرچه از یهودیان نباشید. این تبلیغات وسوسه انگیز است. اسرائیل قبلا در مورد یهودی بودن شهروندان، البته شهروندان ادعایی، دقت و سختگیری میکردن، ولی الان از شرط یهودی بودن کاملا صرف نظر کردن. فهمین چی شده؟ رفتن در نقاطی از دنیا فراخوان زدن، بی سر صدا گفتن بیا اینجا شهروند ما شو، یهودی هم نبودی نبودی، ما بهت حق شهروندی میدیم، حضور پیدا کن. کجا میخوای بفرستی بدبختو؟ قراره بفرستیش بره بجنگه. یک بخشش فقط مسئله جنگ هست، یک بخشش هم اصلا به جنگ ربطی نداره. عرض کردم خدمت شما ستون فقرات رژیم صهیونیستی مهاجرته. این احتمالاً از بابت مهاجرت نگرانی های پیدا کرده، به جماعتی نیاز داره که اینا پایه‌هاشو حفظ بکنن، اونجا در حوزه اشتغال براش کار بکنن، در حوزه های دیگر باشن، حضور داشته باشن. به خاطر این داره همچین کاری انجام میده. و یه چیزم به شما بگم، رژیمی که به این شکل داره رفتار میکنه و کارش به اینجا رسیده، ما میتونیم بهش بگیم کشور عبور بکنیم. میگه که دو دلیل دارن برای این کاری که دارن انجام میدن. اول اینکه اسرائیل دچار بحران شده، چون نیروی انسانی کافی برای ادامه جنگ در غزه ندارد، مجبور شده مزدور اجیر بکند، مخصوصا از مزدوران آمریکایی استفاده میکند که در حمله های ارتش اشغالگر مشارکت داشتند. بریم ادامهش رو ببینیم. للهاربين من قضايا الفساد في العالم ولمن يحاولون تبييض الأموال المسروقة. أما بالنسبة للأزمة الاقتصادية طبعا فهي عميقة جدا. أولا إسرائيل منذ 7 أكتوبر بدأت تواجه انهيار قطاعين رئيسيين في الاقتصاد الإسرائيلي. انهار القطاع الزراعي، انهار القطاع السياحي بالكامل. قطاع الاي تي اي تكنولوجيا المعلومات هو مصدر لحوالي 50% من صادرات اسرائيل، يواجه الان مصاعب كبيره بسبب تجنيد جزء كبير من قواه البشريه في الجيش الاسرائيلي. اضف الى ذلك العقوبات الاقتصاديه على اسرائيل نتيجه النجاح الباهر لحركه المقاطعه وفرض العقوبات وسحب الاستثمارات من اسرائيل. خلق بخشش رو شنیدیم، اجازه بدید با هم بررسی کنیم. میگه که اولین بار نیست که اسرائیل خانه امن کسانی می شود که از پرونده های فساد فرار کردند و کسانی که برای پولشویی اموال دزدی به آنجا آمدند. موضوع بحران اقتصادی اسرائیل هم بسیار عمیق و جدی است. از 7 اکتبر با فروپاشی دو بخش عمده در اقتصاد مواجه هستیم. فروپاشی بخش کشاورزی، فروپاشی کامل بخش گردشگری. بخش گردشگریش که اوزه خیلی وحشتناکی داره. اینا در ایام زمستان در مرزهای شمالی خودشون همیشه شاهد کسانی بودن که می اومدن برای اینکه از تفریحات استفاده بکنن، از تفریحات زمستانی. امسال خود شهرک نشین ها هم اونجا در وحشت بودن.
از اتفاقاتی که رقم خورده بود. میگه بخش آیتی که 50% صادرات اسرائیل را شامل می شود با مشکلات جدی مواجه شده، چون تعداد زیادی از نیروهای آن را به ارتش فرا خوانده. تحریم اقتصادی نیز تأثیر زیادی بر اسرائیل وارد کرده، زیرا تحریم کالاهای اسرائیلی بسیار موفق بوده و فرار سرمایه از اسرائیل زیاد شده است. بریم ادامهش رو ببینیم، ببینیم درباره رژیم دیگه چه نکاتی داره. استثماراتها، جامعات تسحب استثماراتها، صناديق كبرى في العالم بدأت تسحب استثماراتها اما من المستوطنات أو من البنوك الإسرائيلية بشكل عام. وأنا أعتقد أن الأمر سيتفاقم أكثر، لأنه تكاليف هذه الحرب مذهلة مذهلة، حتى مع كل المليارات التي أرماها لهم بايدن، هذا أمر لا يكفي لتغطية نفقات الحرب التي تجاوزت كل الحدود، وخاصة أن ما ثبت في هذه المعركة أن الأسلحة المتطورة جدا، والتي يعني تصور عربة مدرعة تكلف $3 مليون أو أكثر، يقصفها المقاوم الفلسطيني بقذيفة لا يتجاوز ثمنها $200. يعني هم في أزمة عميقة. خیلی خوب، بخش از این صحبت ها شنیدیم، اجازه رو هم بررسی کنیم. میگه که شرکت ها و دانشگاه های زیادی سرمایه های خود را از رژیم صهیونیستی بیرون کشیدن. صندوق بین المللی سرمایه های خود را از شهرک سازی ها و به شکل کلی از بانک ها بیرون کشیده. من عقیده دارم اوضاع بدتر می شود، چون که هزینه های جنگ خیلی خیلی سنگین است، با اینکه بایدن میلیاردها دلار به آنها داده، ولی این همه اموال جوابگوی جنگ نخواهد بود. هزینه هایی که همه مرزها را در نوردیده، چیزی که در این جنگ ثابت شد این است که سلاح‌های بسیار پیشرفته مانند ماشین زرهی که $3 میلیون یا بیشتر قیمت دارد به راحتی از بین می‌رود. میگه ثابت شد بهشون $3 میلیون پول میدی، بهترین ماشین رو می‌خری، دود هواش می‌کنه میره. نفربر رو توی غزه طوری زده بودن تو همین هفته قبل که صهیونیست‌ها اعلام کردن، گفتن هیچ کدوم از 8 نفری که داخلش بودن قابل شناسه نیستن. با ساده ترین تصریحات داره میزنه، بعد از 7-8 ماه داره میزنه، نزدیک 1000 تا تانک از اینا زده، هر تانک چقدر قیمتشه؟ نابود کرد سرمایه های رژیم صهیونیستی در این جنگ. با وجود جنایت هایی که انجام داده، به خاطر این هاست که نمیتونه حس پیروزی بکنه، که حالا دیگه آویزون شده بره از جاهای دیگه شهروند ورداری بیاره. میگه چیزی که در این جنگ ثابت شد این است که سلاح‌های بسیار پیشرفته به راحتی می توانن از این بروند. مجاهد فلسطینی با موشک ساده‌ای که بیش از $200 میلیون قیمت ندارد، بیش از 200 دلار قیمت ندارد ماشین زرهی را مورد هدف قرار می‌دهد و اسرائیل در بحران شدیدی قرار گرفته است. منم یه نکته داخل پرانتز خدمت شما دوستان عزیز ارائه بکنم در خصوص این بحرانی که داره میگه رژیم درش قرار گرفته و میگه شدت پیدا خواهد کرد. فقط به این مسئله فکر بکنید که چرا تو تنها رژیمی هستی که بعد از 8 ماه جنگ به این وضعیت میرسی؟ حتی اوکراینش رفت، با روس‌ها درگیر شد، الان سال سوم جنگه، 3 سال داره از جنگش میگذره، ولی این وضعیت براش پیش نیومده که بگه آقا من دارم زانو میزنم. رژیم در این وضعیت افتاده، به این وضعیت افتاده و این چیزی است که نمیتوان این کارش کرد. بریم ادامهش رو با هم ببینیم. من اجازه بدید به جای این ویدیو بریم یک استودیوی دیگر رو با هم بررسی بکنیم. اینجا جایی هست که داره اشاره میکنه به حقارت صهیونیست‌ها در مقابل ایران و دست بسته آمریکایی‌ها در حمایت از صهیونیست‌ها. ببینیم با هم دیگه. دعونا ننظر الى ما حدث حينما كانت الضربه الايرانيه، من الذي دافع عن اسرائيل، من الذي دفع عن اسرائيل؟ الولايات المتحده وبريطانيا وفرنسا وبعض الاطراف الاخرى، وبالتالي اسرائيل كيان هش وهم يدركون هذا، ولكن الدعم الامريكي بيعطيهم قوه اضافيه، بيعطيهم قوه، يعطيهم احساس بانهم هم الطرف الاقوى. يعني حينما يتحدثون عن الجيش الاسرائيلي الاكثر اخلاقيه في العالم، ونحن نرى ماذا يحدث، ماذا يقترف الجيش، يعني ماذا يحدث في هذا الأمر؟ هذا هو الجيش الأكثر انحطاطا أخلاقيا في العالم، ولكن لديهم القدرة على يعني ما يمكن يسمى خلق دعاية تغطي على الحقائق. ومن الذي ينص؟ خير، اجازه بخش شما بررسی کنیم. میگه که اجازه بدید حمله ایران به اسرائیل را دوباره بازخوانی کنم. چه کسی از اسرائیل دفاع کرد؟ آمریکا، انگلیس، فرانسه و کشورهای دیگر در نتیجه اسرائیل رژیم شکننده است. خودشان این را به خوبی می‌دانند، ولی حمایت و پشتیبانی آمریکا به آنها اعتماد به نفس کاذب می‌دهد و احساس می‌کنند که طرف برتر و قوی‌تر هستند. در مورد اسرائیل می‌گویند اخلاقی‌ترین ارتش دنیا را دارد، در حالی که همه جنایت‌های همه دارند جنایت‌های آنها را می‌بینند.
در حالی که همه نظارگر این جنایت ها هستن و از نظر اخلاقی پسترین ارتش جهان را دارد، ولی قدرت رسانه بالایی در وارونه نشان دادن حقایق دارد، که البته این قدرت رسانه الان دیگه به کمک اینا نمیاد، به کمک اینها دیگه نمیاد. کسی در دنیا این کلمه اخلاقی ترین ارتش دنیا رو که وقتی مقامات رژیم میگن میشنوه بی تفاوت نیست دیگه. یه زمانی مثلا بعضیا میشنن ممکن بود سری تکون بدن، یه زمانی ممکن بود بعضیا تایید بکنن، یه زمانی ممکن بود بعضیا سکوت بکنن، الان خشمگین میشن. در دنیا خشمگین میشن. خلبان ارتش آمریکا، دو تا از خلبانشون رفتن در رژیم صهیونیستی اینا فعالیت داشتن، برگشتن، یکیشون مصاحبه کرده گفته بقیه هم مثل من عصبانی هستن، ما نمیتونیم بی تفاوت بشیم، اینا دارن آدم میکشن، جنایت دارن میکنن، به هیچ چیز هم نمیرسن. دست این ناپاکا با وجود رسانه‌هایی که حامیشون بودن برای همه رو شده. بریم ادامه شده. الاعلام الامریکی والاداره الامریکیه والمؤسسات الامریکیه، وبالتالي فنحن لا نحارب الولايات المتحده، لا نحارب اسرائيل، او لا نقف امام اسرائيل ككيان بمفرده، نحن نواجه الولايات المتحده. التقييم الاسرائيلي في جهات الامن الاسرائيليه بما في ذلك الجيش الاسرائيلي اننا فشلنا في غزه. هذا تقييم منشور يا فندم؟ هذا منشور، هذا ما نشر بالأمس في هيئة البث الإسرائيلية في الإعلام الإسرائيلي يتحدث. لماذا فشلنا؟ لأننا كان لنا عندنا ثلاث أهداف: القضاء على حماس، لم يحدث القضاء على حماس، بديل لحماس، لا يوجد بديل لحماس. ثلاثة: أننا حررنا كل الأسرى، لم يحدث أننا حررنا كل الأسرى، حتى الأسرى الذين تم تحريرهم الأربعة الأخرى ومن قبل اثنين كانت في ظل ملابسات، لم يقوم يصعب تكرارها حتى لا، والذين قاموا بالجهد الأكبر فيها هم الأمريكان. خیلی خوب، بخشی از این ویدیو رو دیدیم، اجازه بدید بریم بقیهش رو با هم بررسی بکنیم. میگه چه کسانی در این مبارزه رسانه ای آنها رو کمک میکنن؟ رسانه ها، حکومت و مؤسسات آمریکا کمک آنها آمدن. در نتیجه ما تنها با اسرائیل نمی جنگیم، یعنی ما فقط روبروی رژیم تک و تنها نیستیم، بلکه به مقابله آمریکا رفتیم. خیلی حرفا فلسطینی ها وقتی صحبت میکنن و کسانی که حامی مقاومت هستن میگن این تنها در مقابل ما نیست. خودش تنها چی داره؟ بمب اتمی داره، F-35 داره، مرکاوا داره، میبلعم این رژیم رو با همه داشتاش. آمریکا داره حمایتش میکنه، آمریکا داره حمایتش میکنه. چیزی را ساخته است که روی باد ساخته شده، حتی روی آب هم نه، روی باد ساخته شده. و به خاطر همینه که وقتی اون بهترین تسلیحات رو هم داره، هم طرف فلسطینی همچنان با انگیزه است، هم این وقتی نگاه میکنه امیدی به ادامه میدان نداره. بعد از 9 ماه دچار این شکنندگی شده. میگه برآورد نهادهای امنیتی اسرائیل از این جنگ این است که شکست خورده. میگه این گزارشی که داره میگه در شکست خورده جایی هم منتشر شده؟ میگه بله، این گزارش رو دیروز هیئت نظارت پخش در رسانه‌های اسرائیل منتشر کردی. بحث و بررسی میکنن که چرا شکست خورده ایم. میگوین ما 3 هدف داشتیم: نابودی حماس، محقق نشده، پیدا کردن جانشینی برای حماس که این هم پیدا نشده، آزادی همه اسرا که نتوانستیم همه را آزاد کنیم. 4 اسیر اخیراً آزاد کردن، 2 اسیر قبلی رو که آزاد کرده ایم که آن هم با گرفتاری های همراه بوده. کلاً 6 تا اسیر از ابتدای جنگ تا الان رفته تو غزه آزاد کرده. 70 تا، بالای 70 تا اسیر زده کشته. بعضی جاها میگن 135 تا. بعد 6 تا اسیر برداشته آورده میگه من رفتم اسیرام آزاد کردم. امکان تکرار چنین عملیات هایی هم براشون وجود نداره و سهم بیشتر عملیات رو آمریکایی ها. بله راست میگه، بخش اعظمش رو هم آمریکایی انجام. این اون چیزایی هست که داره در منطقه ما رخ میده. همه آنها که با گستاخی از تقابل با ایران میگفتن را برای افکار عمومی به شدت سروجه کرده. من طول انترش نمی کنم، اگر نکته چیزی بود حتما در قالب پیام برای من بفرستین، کمک بکنید که برنامه ما با پیام های ارزشمند شما کامل تر بشه. ایران 14313 پل ارتباطی من و شما هست، حتما برای ما پیام هاتون رو بفرستید، تک تک پیام ها ما رو یاری میکنه. خاک پای همه رفقا هستم، خیلی مخلصم، خیلی ارادت دارم، وقتتون بخیر.